سلام، نتیجه کنکور اومده و بعضیا خوشحالن، بعضیا ناراحتن. اونایی که زحمت براش کشیدن دمتون گرم، نوش جونتون. اگه چیزی که میخواستید و گرفتید، اونایی که نتیجه اون چیزی نشده که دلشون میخواسته، فدا سرتون. زندگی یه قمار خیلی از اوقات و پیش میاد. من ویدیویی که سال قبل ضبط کرده بودم و دیدم و کماکان حرفام همونه، یعنی چیز جدیدی به اون حرف رو نمیتونم اضافه کنم. خلاصش اینه که اگر رتبتون بده، احتمال زیاد سال دیگه بهتر نمیشه، واسه همین سال انتخاب رشته کنید. بعد اینکه قاعده دانشگاه تهران بهتر از دانشگاه شهرستان ها، اصلا تو خود تهران شریف هست همه بهتره. بعد یه دعوایی بود که بهشتی بهتر یا تهران بعد از اون، هیچ کس نمیدونه. بعضی میگن بهشتی بهتره، بعضی میگن تهران بهتره. قدر مسلم اینه که جفتشون از امیر کبیر برای فیزیک خیلی بهترن. دانشگاه خواجه نصیری من زیاد دوستش ندارم، خیلی محیطش عجیب و غریب است، نشبه دانشگاه نیست. دانشگاه علم و صنعت خیلی دانشگاه بهتریه تو تهران. و بعد دانشگاهی که توی مرکز کلان شهر هستن، مثل صنعتی اصفهان، اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد، خب قاعدتا این دانشگاه خوبی هستن، خصوصا مثل اونایی که شهرستان هایی که اطراف این دانشگاه هستن زندگی میکنن. بعد گفتیم که به مسئله خوابگاه خیلی دقت کنید اگر ساکن اون شهر نیستید. خیلی از اوقات بچه ها نمیدونن که مسئله خوابگاه نداشتن چقدر میتونه براشون هزینه داشته باشه. اما یه چیزی فکر کردم امسال بهش اضافه کنم و اینکه خیلی از شماها الان با این رتبتون میخواید انتخاب کنید که فیزیک بخونید یا نخونید و قاعدتاً وسوسه میشید به چیزهای دیگه فکر کنید. من نمیخوام بگم که فیزیک خوبه، نمیخوام بگم که فیزیک بده، چون جوابش آسون نیست و ما مفصل راجع به گرایش‌های مختلف فیزیک حرف زدیم، ویدیوهاش هست، میتونید برید اونا رو ببینید و بعد ببینید روحیتون اصلا توی این چارچوبی قرار میگیره که بهش میگن فیزیک یا نه. و راه درستش اینه که شما اگر میخواین هر رشته ای رو برید، برید یه سری آدم پیدا کنید مثل همین ویدیوها، راجع به این چیز بحث کنن، ببینید آخه روحیتون باش سازگاری یا نه. به طور کلی بازار کارم نمیشه راجع بهش حرف زد، چون این روزها ما تو ایران نمیبینیم آدم ها سر کاری باشن که به رشتهشون مربوطه، غیر از پزشکا که اونم همشون اینجوری نیست. یعنی شما وقتی با همه پزشکا حرف بزنید، شاید بهتون بگن که آره واقعا یه قشر خاصی از پزشکان که مطب فلانجا دارن و فلانجا کار میکنن و اینا، من نمیدونم. ولی به نظرم همونقدر که همه راجبش حرفشان که بازار کار واسه فیزیک علوم پای بده، این حرف اینی شک توش نیست. تمام من ورودی 91 فیزیک بهشتی بودم و جز خودم که دارم دکترا میگیرم توی فیزیک، تازه اونم بین فیزیک و چیز دیگه، همه دوستایی که میشناسم با من شروع کردن فیزیکو الان سر کاری هستن که میتونم بگم تقریبا با فیزیک هیچ ربطی نداره. یعنی همه دوستایی من که الان دارن پول در میارن واسه زندگیشون، که دیگه سنشون 27 سال حداقل شده، 29 سال 30 سال بعضیشون ازدواج کردن، راه امرار معاششون چیزی نیست که به خاطر فیزیک بوده باشه. شاید یه جورای ربط داشته باشه، توی این مسیر چیزا یاد گرفته باشن، مثل برنامه نویسی و مثل فلان و مهارت هایی که شما در فیزیک خواندن کسب میکنید و این سختی های زندگی رو یاد میگیرید، تحمل کنید. ولی مثلا اگر ریاضی هم خونده بودن شاید میشد، یا اگه یه چیز دیگه هم میخوندن شاید میشد. خب برای همین بله، پس به وضوح اگر شما فیزیک میخونید و انتظار دارید بعدش پشت سرش یه شغلی باشه که 100% برشتتون معروض باشه بهتون بدن، خصوصا تو ایران، نه از خبره نیست. اما از اون طرف هم مثلا شما میتونید بگید که خب من دوستم برخوند وضعش بهتر نشد، یا اینکه از اون طرف بگید آقا الان همه کارا واسه کامپیوتری هست. بعد میری پیش خود کامپیوتری ها میگن بابا مردم از بقیه رشته هم کارهای ما رو میگیرن. خلاصه که یه بلبشوی اوضاع اقتصادی ایران، واسه همین حواستون باشه که این بلبشوی رو تفکیک بدید از خود رشته، چون واقعیت اینه که یه موقعی شما چیزای دوست ندارید و به خاطر اون نتیجه اگر میخواهید برید سراغش شاید توش دووم نیارید. یه نکته مهمه دیگه اینه که خیلی از شما که میخواین الان وارد لیسانس بشید، از همین الان بفکرید که خواهم بریم خارج از کشور. من بهتون حق میدم که این دغدغه رو داشته باشید، ولی اینم خودش یه داستان دیگه ای. یعنی اگر فقط دانشگاه و باند پرواز میدونید، این میتونه عواقب براتون داشته باشه. مراقب اینم باشید.
یه نکته دیگه اینه که بعضی ها فکر کنن آقا من برم دو رشته ای و این چیزا. من خودم چون دو رشته ای نبودم، تعداد زیادی آدم دو رشته ای هم از نزدیک نمیشناسم که یه بررسی آماری کنم میگم دو رشته یا چی میشن، ولی معمولا اونایی که دو رشته ای خب زورشون رسیده و رفتن و بعضن هم موفق شدن. ولی خب این چیز دیگه، یه خطاییه که ما از اونایی که موفق نشدن هیچ نمیدونیم، فقط اونایی که مثلا خفن بودن و شنیدیم. برای همین فعلا زوده به این فکر کنیم. مسئله بعدی اینه که به من پیغام میدید این دانشگاه بهتره یا اون دانشگاه. من نمیدونم، این پیغامتونم جواب نمیتونم بدم، چون من همه دانشگاه که نبودم. من میدونم که دانشگاه شاید بهشت خیلی خوش آب و هواه، شریف و تهران بد آب و هوان، اینو میتونم بهتون بگم. میتونم بگم که شریف به طور کلی از بهشتی و تهران بهتره. بعد ممکنه شما برید با سری از بچهای شهر حرف بزنید بگید آره شریف خوبه، ولی مثلا واسه یه قشر خاصی بقیه له میشن توش، یا مثلا رو بقیه خیلی فشار میاد. یا من بارها از آدمای شنیدم که مثلا اگر من دانشگاه تهران بودم یا بهشتی بیشتر میتونستم رشد کنم تا تو شریف، چون توی شریف یه سری آدمایی بودن که خیلی بهتر از ما بودن و به واسطه اونا ما له میشدیم. این حرفو حرف بی راهی هم نیست. خیلی از اوقات شما توی محیطی باشید که به مقدار کافی خوب باشه که بتونید رشد کنید، اما اگر اون محیط خیلی بزرگتر از شما باشه ممکنه زیر دست و پا هم له بشید. خیلی هم شخصیه چیزای دیگه. بعد بعضی از دانشگاه ها مثلا دانشگاه بهشتی دانشگاه بی بخار عجیب غریبی بود، تو هیچ مراسمی هیچ واکنشی نداشت. بعد از اون طرف مثلا امیرکبیر و تهران اینا کلا بچه‌ها اول من یه اعتراض میکنم بعد میرن سر کلاس. خب اینم با روحیه آدمو فرق میکنه. باز نکته مهمه دیگه اینه که بودن در شهر تهران یه سری ویژگی به شما میده، از جمله اینکه دسترسی دارید به 4-5 دانشگاه، دسترسی دارید به IPM و میتونید بچرخید این طرف اون طرف، و اگه واقعا اهل درس خوندن باشید آدم حسابیای پیدا کنید و بهشون وصل بشید که ازشون چیزی یاد بگیرید و کار کنید. ولی خب مثلا توی شهرستانایی که فقط یه دونه دانشگاه دارن خب کمتر میشه. از اون طرف زندگی توی شهر تهران خیلی سخته اگر تهرانی نیستید، یعنی شلوغ، ترافیک گرون، فلان، اینا هم باید در نظر بگیرید. یه چیز دیگه این که خیلی از اوقات آموزشی که توی شریف ارائه میشه، یعنی مثلا یه ترم یه درسی ارائه شده بعد مثلا این ضبط شده روی مکتب خونه است، مثلا کلاس دکتر مقیمی ضبط شده روی مکتب خونه است، شما میبینید و کیف میکنید و فکر میکنید که همه کلاس های دیگه شریف اونجوریه. یا مثلا فکر کنید همه دکتر مقیمی خوب درس میده، حالا اسم ایشونو میگم چون خیلی خوب درس میده، یا مثلا دکتر اجتهادی ویدیو خیلی خوبی داره مثلا روی کامپیوتیشنال فیزیکس، خب کیف میکنید. بعد ممکنه شما برید مثلا اون درس ارائه نشه، اون درسو یه آدم دیگه ارائه کنه، بعد یه آدمی بیاد خیلی بد درس بده، بعد یه آدمی بیاد پوستتون رو بکنه، بعد بگید ای پس این نشد. خلاصه حواستون باشه گول این چیزا رو نخورید. خیلی از اوقات آدمو فکر کنم مثلا اون کورس جبر خطی گیلبرت واسه MIT اینجوریه که همه تو MIT اونجوری درس میدن. بعد مثلا با بچهای MIT حرف میزنم میگن نه، اگه همه اونقدر خوب درس میدادن که کورس گیلبرت رو نمیگرفتن ضبط کنن که بقیه ببینن. اینا هم هست، حواستون به اینها باشه. بعد میگن که آقا حالا ما میخوایم بریم خارج، اسم کدوم دانشگاه بهتره؟ حقیقت اینه که توی خارج هیچ کدوم از دانشگاه ما رو نمیشناسن، یعنی ما همچین عددی نیستیم که حالا بهشتی و شریف تفاوتی ایجاد کنه با اسم. از اون طرف مثلا تو محیط حرفه فقط به اسم نگاه نمیکنن، ولی بودن توی این محیط ها میتونه اثراتی داشته باشه. اینکه شما مثلا توی محیطی درس میخونید که 5 نفر از اینجا برن یه جایی و خوب بدرخشن، یعنی که احتمالاً شما شانس اینو دارید که با این آدمو سلام علیک کنید و از این آدمو تجربه یاد بگیرید، یعنی چیزایی یاد بگیرید که تو زندگی بهتون برتری بده نسبت به بقیه. یعنی شاید مثلا بچه‌ای که تو شریفن با بچه‌ای که تو بهشتن آموزش درسای یکسانی داشته باشن، ولی اون فضای دانشجویی سبب میشه روی سری مهارتشون بیشتر کار کنه، برای همین خاطر اون مهارت ها خوب دونن جلو. یا خیلی از اوقات بودن توی محیط های حرفه‌ای سبب میشه شما ایده های بهتری پیدا کنید. و خلاصه این حرف، اگر سوالی چیزی دارید که بچگانم نیستن کامنت بذارید، من سعی میکنم جواب بدم. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. فراموش نکنید که زندگی بخش زیادی شانسه، اون یه بخشش که شانس است و ما فقط میتونیم تلاش کنیم اپتیموم کنیم.